روزنامه نیویورک تایمز در مقاله با عنوان خطرات آینده توافق اتمی با ایران نوشته پرزیدنت اوباما در ماه‌های گذشته و روزهای آینده که کنگره قرار است نظر خود را درباره توافق اتمی با ایران اعلام کند، همواره از مزیت‌های این توافق صحبت کرده است و این مزیت محدودیتی است که بر برنامه اتمی ایران اعمال می‌شود. اما همین مزیت به نقطه آسیب‌پذیر توافق تبدیل شده است. این مسئله برداشته شدن محدودیت‌های برنامه اتمی ایران بعد از 15 سال است. زیرا تهران می‌تواند بدون محدودیت به خنثی‌سازی در سطح صنعتی روی آورد. نویسندگان این مقاله معتقدند که آقای اوباما این مسئله را فدای دستیابی به توافق کرده است. دولت آقای اوباما در توجیه این مسئله گفته است که محدودیتی که در 1.5 اعمال می‌شود از خیلی خطراتی که جهان از برنامه اتمی ایران با آن مواجه می‌شود جلوگیری می‌کند و عملاً گزینه دیگری برای این کار وجود نداشته است. همچنین دولت آقای اوباما می‌گوید که در چارچوب توافق تهران بعد از اجرای محدودیت بر برنامه اتمی مانند کاهش تعداد دستگاه‌های غنی‌ساز سانتریفیوژ تهران می‌تواند به بخشی از دارایی‌های بلوکه شده خود دست یابد. نشریه آمریکایی فوربس در مقاله‌ای با نام ایران از رژیم منفور تا بازیگر منطقه‌ای توافق اتمی ایران و سرزمین جدید فرصت‌ها نوشته اگرچه مفاد توافق به دست آمده موجب شکل‌گیری دو قطبی در جهان سیاست شده است اما ورود یکباره کشوری با جمعیت 80 میلیونی که 60% آن زیر 30 سال سن دارند و دارای اقتصاد 400 میلیارد دلاری است به بازارهای بین‌المللی امری کاملا مؤثر بر سرمایه‌گذاران و شرکت‌های چند ملیتی خواهد بود. نویسنده مقاله با اشاره به وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران نوشته که علاوه بر این صنعت به علت وجود طبقه متوسط مستعد در ایران صنایع خودروسازی، ارتباطات و بانکداری جهش‌های خوبی را تجربه خواهند کرد. و البته با اذعان به وجود شک و تردید در نحوه اجرای بدون نقص مفاد توافق توسط ایران نوشته تاکنون تمامی نشانه‌های مثبت از ایران دریافت شده است. دولتی که تاکنون در عرصه بین‌المللی کارنامه مثبتی نداشته است. روزنامه گاردین چاپ لندن در مقاله نوشته اگرچه جمهوری اسلامی ایران همواره به خاطر مسائل ایدئولوژیک نسبت به دریافت سرمایه‌گذاری خارجی محتاط عمل کرده است، اما برای تضمین رشد اقتصادیش بعد از برداشته شدن تحریم‌ها شدیداً به این نوع سرمایه‌گذاری نیازمند است. تهران به علت سقوط قیمت‌های نفت در بازار جهانی نمی‌تواند بر سرمایه‌گذاری از طریق فروش نفت خود اتکای کاملی داشته باشد. از سوی دیگر برخی مقامات ایران نمی‌توانند کماکان با شک و تردید به سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان مثال شرکت مک‌دونالد بنگرند و بگویند که این شرکت برای دولت آمریکا جاسوسی می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی تا حدی موضع برخی از مقامات ایران را درک می‌کنند. به ویژه شرکت‌هایی که حاضر نیستند که فناوری پیشرفته را به ایران انتقال دهند. گاردین می‌افزاید تهران باید از ارسال پیام‌های ضد و نقیض بپرهیزد. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.